اما مهمان عزیزی داریم، یکی از افتخارات فوتبال ما، تنها ایرانی که مالک یک باشگاه هستن، جناب خان دیگه حتما همتون میشناسید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب خان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. مالک باشگاه پاریس سن ژرمن، خوشحالیم که دعوتمون رو پذیرفتید و در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. به نام خدا، خیلی ممنون که ما را قابل دونستید توی برنامه دعوت کردین. فقط آقای فردوسی پور میشه یکم آروم‌تر صحبت کنیم؟ ما چون چه حرف می‌زنی اصلا نمی‌فهمم چی می‌گی. والا قول نمی‌دم ولی سعی می‌کنم. قربان شما، خواهش می‌کنم. چقدر امشب این موته مدلش عوض کردی بهت میاد. خیلی باحال شدی. آره آره. یعنی چه خوشگل شدم امشب؟ نه دیگه درو حد که چه خوشگل. چه خوشگل شدی؟ نه درو حد نه. درو بس دیگه، بس دیگه. بس. ولی از هیچی بهتره. آره آره. آره الان آقای پور محمدی اینا پشت صحنه هستن، بعد یه دفعه میگیرن همو با هم میبرن. بعد دیگه دیدی چی شد؟ ما دیگه حالا وارد بازی‌های شما نمیشم. نه قربان شما، حقت بخیر. آره حالا پشت صحنه ما هستن دوستان، از معاونت سیما مدیر محترمش، مدیر گروه ورزش، همه اومدن و پشت صحنه هستم. اما جناب خان، پاریس سن ژرمن چون 8 هفته 9 هفته رکورد زدی، بابا چقدر زود قهرمان شدید. تبریک میگم به شما، خیلی راحت قهرمان شدید. بالاخره عادل جان، وقتی یه مدیریت درست بالا سری باشگاه باشه همین میشه. مثلا اولی هوینس نتونست بالای باشگاهش باشه، الان وضعیت چه؟ نگاه کن، دو شب پیش به زور یوونتوس شکست دادن، دیدی؟ آره. وقتی بالای سر پاریس سن ژرمن باشی، این حفره های پر بکنی، اینطوری میشه جواب. حفره جام حفره بالاخره پر شد، الان نفهمیدیم چی شد. حفره چی؟ حفره بین تییاگو سیلوا و داوید لوئیز. بین تییاگو سیلوا و داوید لوئیز آقا چی شد؟ این همش این دغدغه شما این بود. بله. بعد وقتی ما پر نمیشه این حفره. آره آره، اینو حقیقتش اولین بار سرهنگ علیفر توجه ما رو به این نکته جلب کرد. آره، گفت این دفاع خطی نباید باشه. ما هم رفتیم پیش لارن بلان، گفتیم خب لارن این چه وضع مربیگریه؟ اما ما پول دادیم، او هم کلی خجالت کشید. حالا دنبال شما بازیکن خوب آشنا نداری ما بذاریم اینجا؟ والا اون حفره سخت آخه، من نمیدونم چه نوع بازیکنی میخوای. یه حفره پرکن خوب میخوام. آره اونجا مثلا قدش بلند باشه، مثلا توپ رد نشه، لای نتونه. اینطوری نگاه میکنی؟ والا آخه من که نباید بازیکن پیدا کنم برات. نباید بازیکن پیدا کنی؟ خب من بازی کنم. علیکی ما رو آوردی اینجا؟ نه ببخشید، ما الان پشت این میزی هلیکوپتری بزنم بیام برات؟ نه حالا رو آنتن زنده این نبود؟ حالا پیدا میکنی، حالا یکم رایزنی میکنن دوستان، به حال براتون یه کسی پیدا میکنن. باشه حالا برش کن. نه اون شیرینی هم آوردم به مناسبت قهرمانی. آره قربان شما. آره من شیرینی واسه قهرمانی شما. بله بله، یکی از بچه‌ها بگیم مثلا بیاری پخش کنه. آره کاظمی رو اصلا خیلی خودجوش صدا میکنه. آقا کاظمی، آقا کاظمی، بله قربان کاظمی رفقا هست جوری. خوبی آقا کاظمی؟ قربان سلامت باشی. شیرینی اصلا از پول بالاش رفت. من بردارم یعنی واقعا ساره لبو داره. آره آلو عفرای اصل براتون آورد. این از این چه خارجی؟ این واقعا فرانسویه؟ آره آره اصل فرانسه. آره از خود لشامپیاله واسه آورد. آره ای جای گل اصل هست. آره زدی و بابا که نخندیدم. چرا یه آروم داره بیا. خب و ببخشید آقا، من میگم نگو هر چیزی نگو. یه چیزایی تو از آدما میدونی میاره اینجا میگی، آدما پدرشون در میاد. نگو ولش کن. آره نه باشه. آقا این زلاتان چی شد بالاخره؟ میره میمونه؟ بابا ما نمیفهمم، قهرمان شدیم، این پسری شرطی برای ما گذاشته، نمیدونم ما رو بذاریم جای برج ایفل چیکار بکنیم؟ میخوایم ردش کنیم بره یه میلانی چیزی. آره بدیمش بره. خوبا این همه گل زد براتون. نه بابا نه ولش کن، ول کاره. تونی کروس رو میارم نازم اون وسط، ادینسون کاوانی هم میذارم جلو. یلا آره آره ببخشید. آره عدس هم دارم. آره فقط امروز هم افتادیم با منچستر سیتی در جریان. آره چی شد بالاخره؟ آره. قره سخته. نه وقتی ایپی اگرینی آره چیز شده. اسمش چی بود بگو؟ مانوئل چی؟ اگرینی. پیگرینی؟ نه پیگرینی نه، اگرینی. آها یعنی بعد در واقع اینجوری پایین بیاد. آره تلفظش. آره تو اروپا اینطوری. حالا شما زیاد آشنا نیستین. آره تیم شما هم به بد قرعه خورده عادل خان. آخ خوردیم دورتموند بیچاره شدیم. آره جناب آره یار گل کلاب باید برگرده. او هر قرعه به اون و اونا و رو یک کلاب برگرده به سیک دل ایدن و پارک و او هر وی مشلایه مشلاوی عادل فردوسی پور چقدر قشنگه، عادل فردوسی پور چقدر قشنگه، توی نبد با فساد فوتبال می جنگه، یلا توی نبد با فساد فوتبال.
بالا دستا بالا همه مشلا هوادار تو آتیشه ی تیم لیورپول هوادار تو آتیشه ی تیم لیورپول فکر کنم از یورگن کلوب گرفته اون پول فکر کنم از یورگن کلوب گرفته اون پول فهمیدی چی برات خوندم؟ آره خیلی خوب بود. هوادار دو آتیشه ی تیم لیورپول فکر یورگن کلوب گرفته اون پول. اما خوب یعنی حرکات منشوری خوبی انجام میده. قشنگ میلرزوندی و همچنین. حرفا چیه آفر؟ بابا خیلی میلرزوندی. تصاویرش هست. چی تصاویرش هست؟ دوباره نمیخوای چی ها بری ما رو کنی آنو تصاویرش هست و فلان. با تمامش از همینجا تکذیب میکنم. آقا جناب خام جان شما که به هر حال یک از آدم‌های شناخته شده هستی و سال‌هاست در عرصه فوتبال حضور داری حالا یه سوال شما عکسی با شورت ورزشی داری اصلا؟ میشه سوالتونو یه بار دیگه تکرار کنی؟ عرض کردم شما عکس با شورت ورزشی داری؟ خب الان ما بلند شم روی هفت سینه یه هلیکوپتری بزنم بیام برات نه خراب میشه خیلی قشنگه رو آنتن زنده داری از ما بپرسی عکس با شورت نمیدونم چی داری بابا شورت ورزشی خب الان بابای احلامی تصویر ببینه دیگه به ما دختر میده شما خود دومادت عکس با شورت داشته باشه میگه این مثلا میتونه بالای سر دختر موایسه این سوال درسته بابا شورت ورزشی که اشکالی نداره الان پور محمدی هم میگه عکس با شورت ورزشی اشکالی نداره ما رو وارد بازی ها نکو خواهش میکنم ما سابقه قهرمانی دارم تو برزیل بازی اتفاقا این عکس آقای جناب خان عکس جام جهانی 2002 آره شما بودی اونجا بعد حالا یه بحثی اینجا مطرحه اونجا جان. تو تیم ملی برزیل خب. اینجوری بود که تو چشات نگاه کنن و بهت پاس ندن نه نه این چیزا رو ما فقط در فوتبال ایران شنیدم اونجا همه تو چش هم نگاه میکنن پاس میدن اون چیزا نداریم آره آخه نه ببین مثلا رونالدینیو مثلا اینور نگاه میکرد اونور پاس میداد اینور نگاه میکرد اونور پاس میداد آره رونالدینیو رفیقمون بود بحثش فرق میکرد رونالدینیو تو بازیا نامزدش تو تماشاگران چسته بود بیشتر حواسش به نامزدش بود رونالدینیه آره اسم نامزدش بود جدی اسمش رونالدینیه بود بله 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 حالا دیگه وارد حریم خصوصی زندگی مردم نشیم دیگه آخر چی میخوای بگو آخر یه بار بگو چی نه پایانش بازه میذارم خود هر چی دوست داره تصور اتفاقا الان هم با هم رونالدینیه ازدواج کرد دوتا بچه دارن آره رونالدینی یک و رونالدینی چه بیا هیچی نگفتم آخرش چیه آقا شما به حال به عنوان کسی که سالها در عرصه ورزش بودید و توی انتخابات فیفا کمی چند وقت پیش برگزار شد بله. شما حاضر بودید دیگه نه بله حضور داشتم به عنوان مدیر باشگاه بله ما بودیم آره ما بودیم آره شاهزاده بن علی بود بعد چیز بود اون کی بحرینی کی بود اسپیشال آره شیخ سلمان شیخ سلمان بود آره بعد سوال بود اینتنتینو بود آره چی اینتنتینو بابا اینفانتینو اینفانتینو آره دیگه اینفانتینو اینفانتینو چیه اینتنتینه دیگه با هم که رای آورد به همین آقا اینا اینا آره آره هم آقا اینفانتینو بله بله یه دونه هم بودی آقای هم بود زیاد اسم مناسبی نداشت ما معاشعیر صداش میکرده تو جمع درست نیست آره اسم خوبی نداشت آره اسمش آره دیگه آره. از طریق همین ستاره هفت صد خورده اینا هم رای گیری میکردن خب بعد چی شد؟ نمیدونم همین اینفانتینو شد دیگه آره ما هم به همین رأی دادی اینا آ شما به اینفانتینو رأی دادی بله بله هر کی ما رأی داد آره هم آقای ماوشعیره که شما کنارش بودید دیگه آره خیلی... چرا کنار آقای ماوشعیر شما عکس گرفتی یه سوال این هم درد سر میشه برامون آره هر چیزی ممکنه میشه عکس همین الان سری دیلیتش کنی آره الان آره خدا رو همین ماهی ها رو بذار اینجا بره کشون بچرکن آره آره همشون آره آره شده آره ماهی آره 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 ماهین خانو دلم به دلت حلوات بیدو کجا من زلت ماهین خانو دلم به دلت حلوات بیدو کجا من زلت تو اگه یار منی و مالم به کس نگم یار اگه یار منی و مالم گفتم برای مایا بخونیم اینجا تنها نباشن خیلی خوب بس مایا هم اومدی دیگه خوب اومدی جان خواهش بود خب الان ما شما بازیکن نمیخواه از ایران مربی بازیکنی کسی رو ببری پاریس سن ژرمن ترانسفر کنی نمیخواه همچی کاری کنی ما حقیقتش میخواهم تیم پایه یه جوری
آره اتفاقات ایرانی اونجا چیز بکنم. صحبت کردم اگه بشه ابراهیم تمامی بیاد بشه مدیره تیمای پایه پاریس سن ژرمن. آخو ابراهیم تمام اون میاد تازه 14 تا دریبل. آره دیگه همون دریبلینگ میخوام جا بندازم اونجا. اونجا فوتبال انفرادی خیلی نیستی که مثلا چه میدونم کار تیمی کسی چیزی. ما پول دادم خریدم میخوام انفرادیش کنم. کسی حرفی داره؟ اصلا پول دادم باشگاه بکنم تنیس روی میز. خب الان بذار اصلا بچه‌ها ابراهیم تمامی هم گرفتن. آقای تمامی سلام شبتون بخیر. رو خطه؟ آره جان، حاجی جان سلام میکنم به شما عزیزتون و مهمان گرامیتون جناب خوان که همیشه من دوستش داشتم. آقای جناب خوان، آقای تمامی در خدمت شماست. قربان شما برم ابراهیم، باورم نمیشه بخوره علاسدتش ابراهیم جان. ابراهیم جان کوکا الان وقتت آزاده؟ من رفتم آزاد نیست ولی برای شما آزاده. قربانت برم. آره میگم این کارهای ویزات اینا ردیف کن، میخوام بذارم مربی تیم پایه پاریس سن ژرمن. او 14 تا دریبلینگه، میخوام اونو کار کنی با بچه. آره برن این بایر مونیخ و تیم. آه قربانت ابی چقدر این عکس قربانه، این عکس نگاه کن، این عکس نگاه کن. ما هم داریم ای اخه، یاته این اگری بین تو بود مگذاشت رو چشو. قربونت برم. من اول سلام گرم بکنم به عادل جان و تمام ایرانیان عزیز. پیشا پیش هم سال نو رو به تمام ایرانیان عزیز چی در ایران باشن و چی در بیرون از ایران، ایشان که سال خوبی داشته باشن، سال شاد و پرپرکتی داشته باشن. امیدوارم این برنامه نبر همیشه مردم مثل الان بخشونن. خیلی ممنون ابراهیم جان. خیلی ها میگن نمیدونم تو بازی ایران استرالیا گل خداداد بود، ما رفتیم بالا، نمیدونم پاس دایی، اینا همش درست، ولی او بند کفشی که شما باز کردی اصل تاکتیک بود، یعنی او باعث شد ما بریم بالا. جان تو جناب خان عزیز، جناب خان دیونم کردی با او بند کفش. خیلی دوست دارم قربانت برم جان. اونجا نحقتش آقای استیلی یه چیزا به خیر رو تجربهش به من گفت و من اون کار انجام دادم. عالی بود حرکتت. بله. یعنی اووردیمون، دمت گرم آقا قربانه. فقط آماده باش که بریم پاریس با هم دیگه. چاکیتو قربانه. من در خدمتم. دو چردن فقط دیریب کنی، لای بندازی، ستار بچینی، شبت شیک. خدافظ ابراهیم، خدافظ ابراهیم، خدافظ، خدافظ. بوس بوس. خب جناب خانم، ما حالا که شما اینجا تشریف دارید، قرعه کشی هم با شما اشکال داره انجام بدید؟ قرعه کشی باش می‌کنم در خدمتتون هستم. باش اشکال داره اگر بچه‌ها آماده کنن برای قرعه کشی. این دفعه جناب خانم هست دیگه، از حضورش نهایت استفاده رو ببریم، قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم که برندگان هفته قبل ما هم بچه‌ها باشون تماس بگیرن ببینن چه جوریه. الو خب الو نگاه کن برو بگو داداش اعلام شما را چند بوده که ما همون اعلام کنم تو قرعه کشی برنده شو. آره سری برام پیامک کاره. قربان خدات، خداحافظ. خب 300 نمیتونی آخه شما 398 برنامه بوده آقای جناب خان، 1,537,679 تا هفته قبل شرکت کردن که درصد آره ما 70% به گل هادی نوروزی رای دادن و بقیه هم که ملاحظه کردید باشگاه 90 تا یا 1,092,489 نفر داریم جناب خان که بیش از 90 بار تو مسابقه ما شرکت کردن. بعد از روی مربع رنگی های چیزهایی فهمیدی؟ آره الان کل شرکت کنندگانمون هم 42,098,737، اینه خیلی زیاد. نصف آسیا شرکت کردن ها؟ آره تقریبا میشه گفت نصف ایران بیشتر. بعد 43,752 نفر هم هفته قبل اولین بار شرکت کردن. شب هم سوال پیام کوتاهمون چهار کم رفتیم بیرون و اومدیم در مورد عملکرد برنامه 90. اگر از عملکرد برنامه 90 شما راضی بودید عدد 1 رو بفرستید، اگرم راضی نبودید عدد 2 رو بفرستید. شما راضی بودید دیگه جناب خانه؟ مو به هیچ وجه. مو نمیدونم راضی بودم یا نه. تو اصلا نفهمیدم شما چی گفتی تو الان. تون عرض زدی. میام برات. در راضی بودم. راضی خیلی خوب. پس یکو میفرستید دیگه. خب جناب خانم یه زحمت میکشی از 1 تا 456,684 یه عدد بگی. یعنی الان یه عدد اکسپتن فلو کنم؟ خب آره یه عدد از 1 تا 456,684 رو بگو دیگه. عددی که بذار رو انگوش حساب کنم 1, 2, 3, 4 مثلا 2,000,000. نه جناب خواه ببین 1 تا 456,684
میشه ما رو وارد بازی های پیچیده نکنی خواهی یه چیزی بگی؟ بگو مثلا چند 35,000 خورده اینا هم 40,000 خورده یه عدد 35,000 چرته 12 35 واقعا گفتی؟ آره جدی؟ آره 35 ای وای چه اینجوری شد ای خدا اعلام برنده شه ای خدا ای خدا اعلام تو مسابقه اعلام اگه برنده بشه نصف شمارش معلوم میشه یعنی ای خدا اعلام برنده نشه ای خدا ما خانواده داریم راست من چون دیدم شما خیلی اهل تعصب دارین فقط اعلام خانم یه بار دیگه خالی بگی اعلام جنان میبافمه داره که اعلام خانم شمارش معلوم میشه مثل این لوگوی 90 هست بافته شده تو هم همون جوری میبافمه داره خب جمال خود الان شماره احلام در بیاد یکم بخندی شماره احلام در بیاد بخندی ها باش 162 بار 912 44 93 خب اینم 5 و 917 0 308 917 مال جنوب هم. بله 919 67 96 79 12 بار شرکت کردم 236 بار 912 39 20 همان گزینه 5 مون هادی نوروزی بود هفته قبل 62 بار 919 82 87 5 بار به گزینه 5 رای دادن هانزی 935 72 08 80 بار شرکت کردن ما یه قرعه کشی واسه خارجی هم رسید داریم اونم تازه بعد جناب انجام بدی 935 38 86 55 بار احلام چند بار شرکت کرده احلام خانم ببخشید 912 50 ما دیگه ما گفتیم همسرم اجازه داره آزاد باشه ما گوشی همراهش چک نمی‌کنه نمی‌دونه چقدر چک کرده خب 216 و 913 28 79 با این عزیزان تماس گرفته میشه بعد ما اسامیشون رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد یه قرعه کشی هم واسه دوست دارم تو پاریس یکی از پاریس برنده بشه خیلی خوب میشه از آشناهای شما باشه تو پاریس آره باشه باشه الان این کارو ادینسون کاوانی برنده شه مثلا به لورن بلانینا بگو شرکت کنن چی میشه حالا مثلا نه اونا که همیشه شرکت میکنن همیشه آره بابا به این بلان بلان شده گفتم همیشه باید شرکت کنیم خب ما قرعه کشی عزیزان خارج از کشور هم یه آره یه دونه ما 2080 نفر شرکت کردن هفته قبل که از فرانسه جزو که خیلی کم بوده یعنی زیاد نبوده که از 64 کشور شرکت کردن بازم اگه به ما بدن ببینیم که چه عددی باید جناب خان باشه مشکلی ندارم بری باشه. جناب خان این یک این خیلی دیگه آسونه خدایی باشه باشه یک تا 2045 باشه 1034 او تو خارجی آره بگم خب بزن 1034 رو بزنید دیگه قشنگ گفته با نه قشنگ گفتی آره اند آره گفتی که تیکه خارجی بیا آره اوه این کجاست؟ آمریکاست به جان خودم اوه 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 چه به مو چه؟ خب تو اصلا مو عدد نگفتم هیچ هیچ قشنگ به مو هیچ ربطی نداره اینا کار خودته خودشون این عدده بالا پایین کردن مو یا آمریکاست یا کانادا به مو هیچ ربطی نداره 403 201 403 آمریکا باید باشه خودت میدونی مو کاری من وقت تو گفتی آجا نه همه شاهدن همه شاهدن نه خیر ما بریم یه بخشی رو ببینیم به ببین میریم و برمیگردیم بعد با جناب خان بحث میشه یه بریم بیایم بگیم ما عادت دارم اینجوری بریم برگردیم ما رامبد بلده به ما ربطی نداره یه رو به دوربین همه 3 2 1 بریم بیایم بله ساعت 11 و 36 دقیقه است ما در خدمتتون هستیم امشب سوال ما در مورد عملکرد برنامه 90 درصد 95 هست که من کاغذم اگه پیدا جناب خان کاغذ منو برداشت شما من کاری به کاغذ شما دارم اینجا من درگیر دیوانه بودم چیکار کردی کاغذ آ اینجاست به 9 نفر از بندگان مسابقه پیامکی از طرف بانک سپه کارت هدیه 1 میلیون تومانی تقدیم خواهد شد و آخر فصل هم 9 تا جایزه 9 میلیون تومانی خواهیم دود به کسی که بیش از 80 درصد شرکت کرده باشن یه جایزه خارج از کشورم که داریم یعنی 10 جایزه 1 میلیون تومانی ما تقدیم بینندگان عزیز خواهیم کرد اولین برنامه ما در سال 95 هم به حول قوه الهی 16 فروردین ما دوشنبه 16 فروردین ما خواهد بود امشب به حال هوای برنامه کاملا نوروزیه یعنی دیگه اتفاقات فوتبالی رو بعدا تصویرش می‌ذاریم مثلا بازی لیگ قهرمانان واسه سایت می‌ذاریم که اونجا دنبالش بکنیم ما کم کم در خدمت جناب خان هستیم که در مورد خیلی قشنگ وایساده بالا جدی نه چاره خیلی باحال شد آره آخه
ادا در میاری دارم اما ما تعریف میکنو؟ نه مثلا یکم جوگیر شدم آخه میدونی یکم زود جوگیر میشم. خب الان ما بلند شون بیام یا بلند نشم چیکار کنم؟ نه نه همینجور راحت همونجا بشیم راحت 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 باشه باشه اوکی. نگاه کن داری عادت خود داری سر شوخی هوا میکنی ها. خب بابا تو این همه من گفتی یه بارم من گفتم دیگه چه اشکال داره؟ خب ما شاید چیزهای بدی تو ذهنم بیارم بعد از بعد شما پاسخگویی؟ من قابل پخشش میکنم بعد میگم. باشه بفرما آقا جان. این والا شما تو که انتخابات فیفا حاضر بودید اونجا با اینفانتینو بودید و بقیه این انتخابات فلسطین فوتبال شما بودی جز کاندیدا یا نه؟ خیلی حرف عدیس زیاد بود این مورد. فدراسیون خودمون؟ بله 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 ما برنامه هم دادم قرار بود ما باشم آقای کفاشیان باشه آقای تاج باشه و آقای آجرلو. ظاهرن آقای کفاشیان که قفل در خونهشون خراب شده بود قفل... نرسیده بود برای ثبت نام. آره آره قفلش باز نشده بود. آره آره نرسیده بود. البته به نظر من بهترم است آقای کفاشیان اگه بشه وقتشون آزاد بشه ببریمش برای مسابقه خنداننده برتر. بیار اونجا هی بخنده هی صبح تا شب هی موعدش بگم اوه دیگه بعد دیگه همش تا آخر بعد بگه آره هی بعد بگم آره کارو زیاد کرد. آره برنامه‌ام هم دادم میخوام اگه بشه اسم تمام تیم‌ها رو بذارم صنعت نفت. آره کل آره کل لیگ بشه صنعت نفت تمام بازیام تو آبادان و بوشهر و اینا برگزار بشه. حالا شما اگه بخواید تیم بخرید این اهلیت تو اینا ثابت میشه؟ من بحث اهلیت بود شما به حال خیلی جان اهلیتم ثابت نشده؟ نه گفتم مثلا شاید نه یه جوری گفتی انگار اهلیتم ثابت نشده. نه شما که خیلی اهلیت دارید. خب هیچی به چی هیچ هیچی دیگه نه ثابت شده. آره احلام رو نمیخوای ببری شما که احلام خانم ببخشید. درست بله بله احلام خانم احلام خانم میخوای آره. سرکار الیه احلام بله خانم. میخوام اصلا دوست دارم اسم کوچیکشو به زبون نه بفرمایید او خانم آیا اسمشو نگم؟ نه خیر نفرمایی نه خب فامیلشون چیه؟ میگم اسمش نگه میگه فامیلش چیه؟ خب من چی بگم؟ بگم هیچی بفرمایید او خانم هرچی. خب خانم بله شما ایشون میذارید برن سراغ ورزش و فوتبال و بله چرا نمیذارم اتفاقا دارم کاراشو ردیف میکنم اگه بشه میخوام تیم ملی فوتسال بانوان ثبت نامش کنم. بابا شما که اینقدر تعصب داری و اینا چجوری برام مثلا یعنی اشکال نداره؟ چرا اشکال که داره هیچ کس نباید بره تو سالن برای تماشا تیم حریفم نباید وایسه جلوشون. خب بعد همینجا باید برام تنهایی؟ بله بله. خب الان هیچ فعالیتی کاری چیزی نمیخوای بکنی با مثلا این حالا اومدی ایران از پاریس اومدی ایران احلام نمیدونم شما اینجا آشنا نداری کسی مثلا ما رو معرفی کنی ثبت نام کنی؟ والا بازیکن تیم ملی فوتسال که اومدن اینجا مثلا خوب بودن چند تاشون خوب بودن میشه الان بیارنشون رو خط مطابقت کنم اینجا فل مجلس با فرشته کریمی خوبی صحبت کنی؟ کار با فرقی نمیکنه. آره آره آشنا داشته باشه که این همه خوب کار کرده مویرگی آشنا داشته باشه ردیف. آره بذار شما با خانم کریمی صحبت بکن. خانم کریمی فکر کنم پشت خط. سلام خانم کریمی. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همینطور مهمان عزیزتون جناب خان عزیز و گرامی و سال نو رو پیش و پیش به همه تبریک عرض میکنم و امیدوارم سال پیش رو سالی خیلی خوب برای هموطنان عزیزم باشه همراه با سلامتی و دل خوش. در خدمتتون هستم. قربان شما مام سلام. عادل جان عادل این صدا از کجا در میاد؟ میاد دیگه. ببین یه سوال حالا منم پیشو قبلش جان. الان احلام خانم یعنی خانم اون خانم آره آره خب. اون خانم خب. الان شما دارید با خانم کریمی صحبت خب. میکنید بعد بهت گیر نمیده مثلا نه با چه گیری بحث مثلا... کاریه جی آره کاریه. فقط بعدم بگو صدا از کجا بود دارم دیوونه میشم من این صدا تو هوا حالا یعنی چی صدا خب صدا میاد دیگه باش خب. سلام علیکم خانم کریمی خوبین؟ سلام عصر خیلی ممنون متشکرم قربان شما سلامت. ببخشید شما تو تیم ملی فوتسال بانوان مویرگی آشنا داریم ما خانم رو بتونیم ثبت نام کنیم؟ من میتونم اسم خانم محترمتون رو به زبان بیارم؟ شما اشکال نداره سریع فقط رد چین ارو محبسش. خب شما خودتون ماشاءالله هزار ماشاءالله مدیر مدبری هستید خواهش میکنم که به این راحتی نمیشه بازی کنه با شما. احلام خانم رو تشریف بیارید باشگاه ما و اینکه مربی ها تست ازشون بگیرن. خیلی قشنگ روپایی میزنه خیلی قشنگ روپایی میزنه. فقط روپایی زدن که نیست جناب خان شما الان زلاتان رو فقط به خاطر روپایی آوردید پایین. نه زلاتان قدش بلند بود خوش اومد. آره گفتم پسر قدش بلند نمیاد. نه هر کی قدش بلند قدم بلنده از منم خوشت میاد. شما اصلا سقر قد داری هیچ وقت قد اصلیت اعلام نکردی میدونم. آ من نظر بگم تو سقر سنداری یا نظر نگو یارت نگو. آره خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خانم کریم حالا اینا رو چیز میکنی بعدن اذیت نکن دیگه بگو آره بگو آره میشه.
پس من یه پیشنهاد هم میتونم به شما بدم جان بخوام. خب پیشنهاد میخوام به ما بدین؟ نه حقیقتش پیشنهاد کاری. آه پیشنهاد کاری بفهمم. بله که بتونن احلام خانم به راحتی بیان تو کشور عزیزمون فوتبال بازی کنن و عضو تیم ملی بشن و ان شاءالله در آینده افتخار برای شما و خانواده‌شون. خواهش میکنم بفرمایید. من میگم شما که اینقدر پول دارید و اینکه سرمایه‌گذاری کردید تو تیم‌های خارجی، بیاید یکم از این پولتون رو برید تو فوتسال بانوان هم سرمایه‌گذاری کنید، که الان ما اول لیگ شروع شدیم با 14 تا تیم، الان 5 6 تا تیم انصراف دادن به خاطر اینکه وضع مالیشون خیلی خیلی بده. اخی باشه باش، ما اتفاقا یه سری لبو کارت زدیم، اون لبو کارت ها مبالغ بالایی داره. آره اونا رو میگم یه بخشی که تخصیص بدم فوتبال بانوان. چش رو چش. یه سوال اما از شما داشتم، میشه بپرسم؟ ببخشید ببخشید، شما اسمت فرشته است تو خونه رامبوت صدات میکنن؟ نه خیلی من فرشته صدا میکنم. من چون دیوونه دارم میشم. او اسمش رامبوده، بهت میگم فرشته. گفتم شما چه فرشته باشی بهت میگم رامبود. همون فرشته صدا تو میکنن؟ بله فرشته شما... صدا میکنن و تماشاتی ها صدای شما رو اعلام میکنن تو استادیوم و همه میگن فرشته فرشته. همون فرشته جوانده. بعد ببخشید شما با علی کریمی جادوگر آسیا نسبتی دارین؟ متاسفانه نه، ولی ای کاش این سعادت نصیب بنده میشد که با جادوگر آسیا اسطوره کشورمون بالاخره آشنایت فامیلی کریمی ها فوتبال گرفتین و فرشته کریمی، علی کریمی، کریم باقری، کریم بنزما، یعنی کل فوتبال گرفتین. بله دیگه قربان شما، خیلی ممنون. بعد ثبت نام رسید خیلی بهت. قربان شما، سلامت باشی. قربان ممنونم. مرسی آقای فردوسی پور. من فقط میخواستم از شما خیلی تشکر کنم که فوتسال بانوان همیشه حمایت کردید و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه. مرسی. و در آینده هم برنامه‌تون که ماشاءالله هزار ماشاءالله پربیننده ترین و بهترین برنامه هست و واقعا بیننده خانم آقا هم نداره، هر همه بیننده ها نگاه میکنن. امیدوارم که همیشه موفق باشید. خیلی ممنون، متشکر. سالنوتون هم مبارک خانم کریمی. انشاءالله که سال 95 برای جامعه بانوان ما درس ورزش به خصوص سال المپیک هم هست، چه در رشته های المپیکی چه رشته های غیر المپیکی، تو هم موفقیت باشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون، موفق باشید. جناب خان جان من یه خواهشی میتونم از شما بکنم؟ در خدمتتون. آقا دیگه شما که برای این همه در عرصه فوتبال تجربه دارید و اونجا حضور داشتید و کلی قشنگ خودتو میگیری خوشم میاد. بعد مثلا این تصاویر داوری ما دیگه امشب کارشناس داوری نگفتیم، زحمت بدی زحمت بکشون تصاویر داوری که ما هر هفته داریم و شما یه محبتی بکن نظرت یعنی اون نصیرزاده درونمو بیارم بیرون اینجا. آره آره باشه باشه قشنگ بریز بیرون. باشه نصیرزاده درونت البته. بریم ببینیم تصاویر. خب این بازی پرسپولیس ملوان بود. خب خب بعد اینه چی شده الان؟ این بنگر با زانو رفت تو کمر رافخایی، خطای سفید. آره سب کن سب خطای سفید برگردون. اگه آقا این برگردونن یه بار دیگه این سفید خطا کرد جناب. بله بله خطای نگاه کن، اینجوری بلند میشه، این موره سوم کمرشو میکوبه تو زانو بنده خدا. آها و هر آن ممکنه روات سلبیش پاره بشه. خطای سفیده. آره آها. یه کارت زرد هم کافیه. بله بله کارت زرد سفید. بله بله بعد آها این تک این بازم بنگره این. بله بله این تکلی که میزنه و بعد این دلا درگیری ها به وجود میاد. ببخشید این زاویه دوربینتون مناسب نبود، نمیتونم متشخیص بدم. نه الان این ناکن زب شکوند پاشو. نه زاویه دیگه ای ندارین بابا دیگه؟ این بهتر چی میخواد؟ نه نه از رو ایزاویه ما نمیتونم تشخیص بدم. این خوبه ایزاویه. بیا ایزاویه. نه 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 از رو ایزاویه ما نمیتونم تشخیص. هیچ هر تصمیم داور اعلان کرده همون خوش بهتره. آها این نارنجک زدن چی زدن جناب خانم؟ چه قشنگه، چه فضایی به پا شده. و فه وی سیاه لدان سیاه لدان یا للحوای بالی سیاه لدان سیاه لدان سیاه لدان یا للحوای بالی سیاه لدان. اصلا این دوده ما میبینم. آره این میاد. آره خوب بود، دوده خوب بود. خوب بود؟ تقدیر میکنم. آره قشنگ. الان وسط داوری رفتی کجا؟ بعد نه بخشی از داوری بود، قش کردم به یه سمت به سمت تیم خاص. آره آره ما اصلا داوری میکنم فشار رو میفته قش میکنم، نمیدونم چرا. نه نه رامبوت رامبوت حق داره دست تو ناراحت میشه، حق داره این رامبوت. آقا جناب خان این صحنه اینجا توپ خورد به صورتش دوباره پنالتی گرفت، این چی بود داستان؟ آخه این توپ خورد تو صورتش؟ آره
یه بار دیگه بزن همکارم برگردونه. حالا این برگرد آقا این فوتبالی که تو بیتوره میخوره تو تورتش این باید این دوتا تیم منحل بشه هر نظرمو. نه الان تو قبلیه این جوون مردم این میخواه بره فردا خواستگاری این صورت چه بچی بگه تو چکار کرد. آخه نه اون تو قبلی پنالتی گرفت داور، تو خود تو صورت رامین رضاییان. خب بعد داور پنالتی گرفت. داور نمیدونم شاید مثلا قش کرده باشه نمیدونم. آره نظر شما چیه؟ به نظر من داور بازی در آورد خوب بود. در آورد؟ آره داور قشنگ بازی در آورد. آقا این نگاه کن جناب خان نگاه کن اینجا رو خود میگم فکر آقا اگه شما کارشناس داوری هستی شما بفرما. آقا اگه کارشناس داوری آوردی بذار کارشناس داوری صحبت کنه. طبق اصل 24 کنوانسیون فیفا که اتفاقا ما و آقای نصیرزاده با هم نوشتیم این خطا بود. به آره. جناب خان داری کم کم من بعد بیام برات. نه 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 صحنه بعد. صحنه بعد بریم بریم صحنه بعد. تمام شد. نه داریم بابا صحنه داریم همین. وسطش اون چه ماهی میاد تو هوا وسط داوری. ببین که خیلی رمانتیکه چون شما خیلی احساسی هستی. خیلی راحتی گرد. آره این تصویر واسه ما هم بندازن که منو جناب خان نمیبینید. جان جان. آه جناب خان این ضربه زد داغون کرد این این اجازه بدید. بله خطای آبی. خطای آبی؟ بله بله. خب پس خوبه این یکی حداقل درست آره، گرفت. آره خطای آبی آره. استثنایی داور درست گرفت. آره خطای آبی فقط خطای خیلی آرومی بود. چیز خاصی نمی‌خواد. چیز خاصی نه نه. پشت بود. نه نه داور میتونه آوانتاژ بده مشکلی هم نداره. آره آره. آه اینم که حالا صحنه این مارانو آره. کارش از داوری تموم شد. عادل جان. جونم. ببخشید. دستشویی دارین اینجا. دستشویی آخه الان وسط برنامه جناب خواه. نه آخه دیگه من زیاد آب خوردم. این لیوان هم از رو میز بود. هی ما آب خوردم. آره خب میدونی چیکار کنیم؟ جان جان که. بذار یه بخش اسمس ببینیم جناب خواه. به حال اسمس تو چقدر طول میکشه؟ کارتو طولانی نیست. یک یا دوه؟ نه یه رو 20 دقیقه طول میکشه. نه همون یک دیگه اون یک. ما ممکنه یک تا پنج بخوام برام انجام بدم. نه نوکرت هم بیخیال بابا. یه رو 20 دقیقه اگه بشه اس ام اس نشون بدی همین مسخره بازی خودتون در بیارین من سری برام برگردو. خب بریم یه بخش یه سوال پیام کوتاه ببینیم. آیا از عملکرد برنامه 90 در سال 94 راضی هستید؟ یک بله، دو خیر. شما می توانید عدد گزینه مورد نظرتون رو از طریق پیام کوتاه به شماره 23090 ارسال کنید. بله ما درگیر جناب خان شدیم شدید. بعد امشب نقطه برنده داریم که از طرف بانک سپه نقصیم بانک ایرانی کارت هدیه 1 میلیون تومانی بهشون تقدیم خواهیم کرد. اون یه جایزه عزیزان خارج از کشورم که سر جاشه. آخر فصل هم که به 9 تا جایزه 9 میلیون تومانی ما خواهیم داشت. جناب خان شما که اینقدر بابا تو فوتبال سررشته داری و این عرق دارید به ایران، خب این تیم نفت آبادان یک کاری بکن دیگه. و این تیم به این خوبی با تمامی هم که صحبت کردیم تیم رو یک کاری بکن دیگه. عادل جان تش دلم خونه. میتونم یه دو دقیقه اینجا جدی صحبت کنم؟ بله بله. یعنی آبادان نمیدونم کرمان شیراز اینا نباید تیم داشته باشن تو لیگ برتر؟ حتی رفسنجان. رفسنجان یعنی مثلا سند نفت، شاهین بوشهر، فجر سپاسی، برق شیراز اینا نباید باشن تو لیگ برتر؟ یعنی مردم اونجا آرزو ندارن؟ چرا به خدا خیلی خوب اونا باشن. خب مثلا چه الان مثلا شیراز شهر به اتفاقم داشتم میومدم همین سجاد افشاریانه به چای قندوانه میگه بگو اونجا گفت بگو مثلا شیراز نباید فجر سپاسی برق شیت مدیریتی داشته باشه مثلا بیاد بالا. گناه دارن شیرازی ها؟ آبادانی ها گناه کردن؟ اون هم چیچ؟ حالا ببخشید عادل جان من یکم احساسی صحبت میکنم. حالا ما میگیم مثلا ابراهیم تمامی 14 نفر دریبل کرده مثلا نکرده فلان، ولی با خدا عادل تو آبادان آدمایی بودن که دست خالی نه 14 نفر که 140,000 نفر دریبل کردن. یعنی اینا ما عاشق توپ بودیم اونجا، شب خوابیدیم صبح دیدیم خود توپ افتاده رو سقف نمون، صبح دیدیم ما باید بریم یه ارتش دریب کنیم اونجا. خب گناه کردیم اونجا. همین مثلا شما حتما میشناسی ناصر شاملی نمیشناسی؟ چرا؟ عبدالله صخراوی نمیشناسی؟ اینا فوتبالشون بد بود؟ خدا رحمتشون کنه به خدا. و توپ رو گذاشتن کنار رفتن جلو توپ. خدا کنه این سند دوباره برگرده، خدا کنه فجر برگرده، برق برگرده، شاهین بوشهر برگرده،
خدا دارم یه قباری بلند شده عادل جان از همون موقع. این قباره هنوز نخوابیده. یعنی هنوز میخوای بری فوتبال بازی کنی یارت نمیبینی بخوای بهش پاس بدی. به خدا با ماسک باید بریم تو زمین. اخی آقا بیام ببوسمت اشکال نداره؟ قربانت برم قربانت برم. بیام ببوسمت قشنگ یعنی آخی. خیلی جدی الان جدی الان من احلام که ناراحت نمیشم ببوسمت. ما چاکه دیونه ما گفت اینجا هم گیر کرده آخه بیام چاکه بوش بوش کردیم هم قربان برم بوس شاکر تو جان. آره خیلی خوب صحبت کردم کیف کردم گفتم بیام ببوسمت. قربانت برم احلامم دیگه اوکیه من میتونم تو رو ببوسم اشکال نداره که شاکر جون با نه میشه میشه چند تا صحنه از مثلا گلای صحنت با هم ببینیم. آره الان اصلا میریم فضا رو میبریم فضای عید و بندری. اوفه آقا پخشش کو پخشش. آره بریم بریم اوفه 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 وی جنبلو جنبلله جنبلو جنبلله جنبلو جنبلله جنبلو جنبلله على وشتيه عزلي فعلو على وشتيه عزلي فعلو پدرم وامی کنی یادن بشکنم. صبح دم دریا ساکتن صبح دم دریا ساکتن تیم صنعت امروز راحتن تیم صنعت امروز اینجاشو برای شما که کرمانی هستی آقا عادل. صبح جمعه ز کرمان بار کردم غلط کردم که پشت بر یار کردم رسیدم بر لبه آب چقادک نشستم گریه بسیار کردم آبادان دریا ساکتن تیم صنعت امروز راحتن اوفه اوفه ماشالله جناب دیونه شدم دیونه شدم آنل چرا دیگه اوفه حالی بود حالی بود هیچی هیچی یه تصاویر رو چقدر شور و حال داره آبادان عالی بود عالی بود عالی بود قشنگ انرژی داره این شهر عادل جان جونم قربون برم یه هدیه هم آوردم میتونم بهت بدم اینجا بله وای اجازه بفرما اگه لطف کنی تشریف بیار اینو از ما بگیری قربون علی چی هست یه هدیه مخصوص شماست خب ببینم چی این بلیط هواپیماست بله بله یه بلیط هواپیما گرفتم مخصوص خودتون خب پرواز میکنه بعدم خلبان میپره بیرون صاف میخوره تو کوه آره هیچ کم توش نیست خیالت راحت ای وقتی آره ببین اونجا هیجان هم هست هر کار دوست داری بکن اونجا برو کنار جعبه سیاه بشین هر درد دلی دوست داری بکن راجع آقا مایلیکان آقا قلعه‌نویی هر چی دوست داری دیگه جعبه سیاه هم که کشف بشه شما تو دیار باقی هستی مشکلی نداره ببین جان یکم زوده الان زود نیست بذار ببینیم لیورپول چی میشه ما اوپن گرفتم خود هر وقت دوست داری اوکی خب بعد نکن بعدش یورو رو داریم بعدش مثلا لیگمون ببینه کی اول میشه بابا میساقی ردیفش میکنه دیگه ولش کن چیکار داریم بعد جام جهانی بعدی بذار یکم دو سه تا جام جهانی دیگه هم ببینم خب باشه 2022 رو که برگزار کردی دیگه خدافظ عادل بای بای خدافظ آره برو اونجا راحت بخور آره راحت بخور 2022 هم زوده بابا بذار یکم نه جان تو دیگه بس چه خبر عادل تو اون موقع میخوای هی نوید به دیونه میشن مردم خب بس
خب الان نگفتیم موهام قشنگ شده نمیدونم فلان. نه نه این موهات حیف سفید بشه. بذار همین تازه آره قشنگ و گپ تو کو. تلفن داریم باز؟ کیه؟ آره. کی پشت خط؟ آره فکر کنم پشت خط. جان کیه؟ بذار ببینیم فکر کنم بچه‌ها میگن لورن بلان پشت خطه. جناب خان. لورن بلانه؟ آره. بس ببینیم کی ببینیم تیم نکنه مشکلی میشه. بله خب ارتباطتون با لورن بلان عزیز برقراره. سلام آقای بلان. خسته نباشید. خواهش. بنجور بنجور. باش. الو الو لورن جان خاطی؟ بنجور شو ببتیف چی ببقان؟ باشه باشه کلشو فتا باق کلشو؟ شیبه شیبه زیزی باشه نگاه کن لورن الان اوضاع تیم چطوره که شغال باق؟ شیبه سیف تیسیم با تو زیزی شیبه با تسیم با باقان ادینسون کوانی هم همینطور؟ ادینسون شیبه تی دی سیپا پا بسی دی ماری هم که وین تلو؟ دی دی شیبه تا شیبه ما پا باشه لورن جان یه لحظه گوشی؟ خب عادل ای چه وضعشه؟ ای چه بازیه با ما شروع کردین شما؟ من؟ بله چرا کردم؟ الان لورن پشت خطه میگه نحسی برنامه 90 پاریس سن ژرمن هم گرفت میگه تمام بچه‌ها مصدوم شدن چرا؟ او از روزبه چشمی اینم بچه‌های ما خب چه وضعشه با اینا چه قبلش اعلام لورن جان نگاه کن نگاه کن شوپقله با شوپقله جسویی به کل بچه‌ها بگو چرا الان 90 تمام آره قربانه آره آره باشه باشه ژاپنیه ژاپنیه قربانه چپ چیک بوس بوس کامن تلو باشه قربانه باشه عادل جان قربونت برم کوکا تای تی... نه نه تای تیم ما نپاشیده سری خدافظی کاره چه وضعی بابا نگاه کن بلند شدیم اومدیم تو برنامه نگاه کن آقا جناب خان این حرفت بابا الان یه بازیکن اومدن چنان بعدش آقای گل شدن کولا کردن نه بابا پول دادیم ما پول دادیم برای باشگاه خواهش میکنم الان مسی نگاه کن همه گل میزنه یه تیم اومده بود اینجا مونه اینو مسی اومده بود تو برنامه شما خیلی خوش میش آقا اگه میشه سری خداحافظی کنم لورن خیلی صداش نگران بود لورن هم پسر خوبیه گناه داره تنها باشه خیلی خوب جناب خان خیلی ممنون قربان شما خواهش میکنم وقت تو در اختیار ما قرار قربان خواهش میکنم قربانت ان شاء الله که همینجور موفق باشی و ما شاهد افتخاراتت باشیم سلامت باشی قربان شما قربان شما اورتون هم می‌خواستم بخرم که نشد هیچی ولش کن دیگه آره آره کاری نداری مرسی قربانت باشه عادل ولی تقصیر خودت ها که اینطوری بهت میگن واقعا از قدیم هم گفتن چرا عادل کند کاری که باز آرد پشیمانی اما حقت این احلام تحویلت نمیگیره دست ایتوری نکن هیچ وقت یک ایرانی تهدید نکن آره. ببین این احلام آخرش هم زن تو نمیشه باشه حالا باشه باشه کارت عروسی که اومد داره خونتون بعد میفهمیم میفرستم همین استدیوی نبعد آقا قربان شما آقا قربانت بدا شما قربانت بوس بوس بدا شما چاکریم خدافظ 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 راه دوری که میگویم سخن به سلامت ما به جمع حاضرین به جمعی مازلمینا بخشی که ببینیم دیگه بریم که دیگه بعد شروع کنیم ببینیم چه خبره اما با ما همراه باشید جناب خان خیلی خیلی ممنونیم از جناب خان از رامبد عزیز از به حال محمد بهرانی هنرمند و آره بچه ها رفیقامون آره 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 دیگه هم تو رفته دیگه بابا بیرم میکن به خودم گفتم خوب گفتم به خودم میتونم بگم دیگه بریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم که یه سری داب سمش هست که آیا تشکرم بکنم از همه در واقع گزارشگران عزیز همه همسنفای خودمون که خیلی با سه صد با جنبه بالا لطف کردن اجازه دادن که ما پخش بکنیم از علیزه علیفر عزیز و دوست داشتنی گرفته تا جواد خیابانی مزدک و بقیه همه بچه‌ها این بخش اختصاصی رو ببینید برمیگردیم از جناب خان خیلی ممنونم میگم یواشکی میبوسمش و شما این بخش بعدی رو ببینید خیلی ممنون جناب خان مرسی که ما مخلصیم